سلام و عرض دوستان عزیز حالتون چطوره یه بررسی از وضعیت بازار ارزی دیجیتال داشته باشیم ببینیم که در حال حاضر قیمت بیت کوین به کدوم سمت حرکت خواهد کرد و همونطور که دارید مشاهده می‌کنی قیمت حال حاضر رسیده به 70700 دلار و کم مونده به 71000 دلار برسه و همونطور که نمودارش رو دارید مشاهده می‌کنید ما طی این چند روز اخیر حالا تایم فریم روزانه هستیم در حال حاضر طی این چند روز اخیر می‌بینیم که قیمت بیت کوین رنج بوده و داره خودش رو تثبیت میکنه بالای عدد 69000 دلار عددی که اگر شما دقت کنید اینجا یه سخفی بودش که بیت کوین در تقریبا دو سال پیش سه سال پیش اومده ثبت کرد این سخف رو و الان قیمت بیت کوین بالای این سخف تاریخی خودش هستش و چند روزی هستش که داره بالای این سطح خودش رو تثبیت میکنه حالا عددش عدد 69000 دلاره ولی ما بهتره که بالای 69 و 70000 دلار شاهد باشیم که کندل ها تثبیت بشه که در حال حاضر همین اتفاق داره میفته اگر شما دقت کنید فعلا ما 69000 تا رو رد کردیم ازش عبور کردیم تایم فریم روزانه ولی 70000 دلار رو اگر بخواید دقت کنید شما اینجا که میفته تقریبا این تارگته ما کندلی فعلا بالای اون نتونستیم به صورت خیلی کامل و واضح و شفاف ببندیم همه کندل ها یا شادو شده مثلا اینا شادو شدن یا هم یه بادی خیلی ضعیف داشته باعث شده که قیمت رو هول بده به سمت بالا الان دوباره برخواسته که به سمت بالا حرکت کنه بالای 70000 دلار هستیم ولی فعلا باز تثبیت نداده که بگیم قیمت همچنان میتونه ادامه دار باشه این موجش ولی اگر بالای 70000 تا ما تثبیت داشته باشیم یعنی بار دیگه مثلا الان کندل مثبت هستش همینجا بسته بشه فرداش هم این بالا تقریبا 71700 یا 71500 بسته بشه برسیم تقریبا به 72000 تا استارت موج بعدیش اتفاق میفته و اون محدودایی که خیلی ها میگن آقا خطرناکه ازش دور بشید خرید انجام ندید یکیش اینجا هستش که خیلی دارن راجع بهش صحبت میکنن میگن آقا الان جای قرار گرفتیم که فعلا بیت کوین تصمیم نگرفته که به موج خودش ادامه بده یا قیمت بیاد کاهش بده کنه به سمت پایین ولی چون که روند ما سعودیه خب از این پایینه ما سعودی اومدیم دیگه به سمت بالا چون که روند ما سعودی هستش بیشتر پیش بینی بر اینه که قیمت به سمت بالا حرکت کنه این عدد بنفش رنگی که من حالا رسمش کردم میبینید اینجا رو عدد 7300 اینا این محدود هستش این عدد بنفش رنگ ما یه عدد جذابی به حساب میاد که مطمئن باشه که این عدد رو خواهد دید و من بی صبرانه منتظر این هستم که 76 رو ببینیم و هر چه زودتر حالا دو ماه سه ماه ولی بیشتر باید از اینجا عبور کنیم الان حواسمون چشممون به نمودار بیت کوین ببینیم که میخواد به کدوم سمت حرکت کنه الان من تایم فریم روزانه هستم در حال حاضر مهمتر از تایم فریم روزانه تایم فریم هفتگی هستش علاوه بر اون کنار تایم فریم هفتگی تایم فریم ماهانه هم کنار هفتگی مهمه واسه ما یعنی هر دوتاشون مهمن و بیشتر تمرکزمون باید روی این دوتا باشه چرا؟ چون که ببین الان در حال حاضر تایم فریم هفتگی ده ساعت مونده که کندل هفتگی ما بسته بشه از اون بر تایم فریم ماهانه نرم نگاه کنید ده ساعت هم مونده که تایم فریم ماهانه بسته بشه یعنی هم هفتگی هم ماهانه با هم دیگه قرار هستش بسته بشه و بر اساس نوع فرم کندل هایی که این ماه و این هفته باز و بسته شده ما میتونیم پیش بینی کنیم بدونیم که قیمت میخواد به سمت بالا حرکت کنه یا به سمت پایین کدوم سناریو رو پیش روی خودش داره تایم فریم هفتگی ازش اگر بخوایم شروع کنیم ببین نوع فرم کندل ها رو میخوام بهتون بگم و یه تحلیلی روی فرم کندل ها بیایم انجام بدیم ببین در حال حاضر یه شدو داشتیم دیگه یه بلند بوده قیمت به سمت بالا حرکت کرده یک کندل قرمز رنگ نزولی ولی سریع آوردنش بالا این چیه نشون میده نشون میده از فشار خریدارهایی که اتفاق بوده یعنی خریدهای سنگینی که از بیت کوین انجام شده و قیمت رو همینجوری آوردن به سمت بالا آیا این نشون میده که قیمت باید همچنان ادامه دار باشه موجش به سمت بالا حرکت کنه کدوم یکی از این ها هستش ببین اگر شما دقت کنید من بیشتر مواقع روی نمودار بیت کوین رو دیدم مثلا همین چند هفته پیش اگر شما نگاه کنید وقتی ما یه شدوی بلندی داریم اگر اینجا نگاه کنید یه شدوی بلند پایینی داشته باشیم خب اینجا یه شدوی هستش که مثبت بوده تبدیل شده به رنگ قرمز رنگ این پایین یه شدوی بوده که منفی بوده تبدیل شده به قرمز رنگ یعنی اول اینو دیدیم و بعد این رو دیدیم پس وقتی که اگر دقت کنید به نمودارها این خودش بچه یه تجربه هست که تو سه سالهای مثلا مختلف من تونستم به دست بیارم وقتی این نو فرم کندل ها رو شما شما میبینید باید انتظار داشته باشید اگر اولی اتفاق افتاد یه شدو تبدیل شد به نزولی حالا اینجا مون یه شدوی بلند داشت کندل بعدی هم شدودار دار خواهد بود یعنی برعکس اون شدودار دار خواهد بوده شدوی بزرگی خواهد دادش الان در حال حاضر ببین بیت کوین یه شدوی بلندی روی کندل قرمز رنگه داره دیگه درسته اینجوری شما نگاه میکنید متوجه میشید که یه خیلی بلندی روی این کندل وجود داره این نشون میده نشون میده که قیمت بیت کوین خب بچه خیلی پیش بینی دقیق میخوام بهتون انجام بدم که یه شدوی مثبت دیگه ای خواهیم داشت حالا که این اتفاق میفته فکر می کنم که ده ساعت بعد فکر می کنم که یه روز بعد دو روز بعد سه روز بعد یعنی چی یعنی اینکه کندل ها وقتی که بسته شد یعنی ما رفتیم به ماه جدید و هفته جدید یه کندل مثبتی خواهیم داشت عدد 50 و 500 رو خواهد زد و بعد از این که عدد 50 و 500 رو زد ممکنه که شدو بشه و قیمت برگرده به سمت سمت پایین یعنی برعکس اینو ما اینجا انتظار داریم که اتفاق بیفته یه پیش بینی خیلی دقیق که من این فکر میکنم که این اتفاق بیفته بر اساس گذشته اگر شما نگاه کنید خب وقتی شده بلنده داریم برعکسش اتفاق میفته من چندین بار اینا رو داخل نموداره دیدی مثلا اینجا رو دقت کنید اینجا این اتفاق نیافتاده خب ولی بعد از اون کندلش یه بوده مثبت بوده دیگه یه کندل مثبت خیلی پرقدرت اگر شما دقت کنید اینجا هم ببین این کندله خب اینجا هم داره تشکیل میشه یک کندل عین این کندل ما داریم اینجا میبینیم پس کندل بعدش ممکنه که مثبت باشه تقریبا تا 78000 تا 76000 تا این تارگت ها رو بیاد ببینه خب امکانش وجود داره که این عدد ها و این ارقام ها رو بیاد ببینه و ازش شاید باشیم تایم فریم ماهانه رو هم اگر بخوایم یه پیش بینی تحلیل خیلی خلاصه ای ازش انجام بدیم ببین تایم فریم ماهانه اکثرا پشت سر هم کندل های مثبت رو ما دیدیم مثلا ببین اینجا رو نگاه کن یه کندل مثبت دو تا سه تا چهار تا پنج تا اینجا رو نگاه کنید یه کندل مثبت دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا کندل مثبت در گذشته هم به همین شده بود یعنی آخرین کندل مثبتی که ما دیدیم نهایت شش تا بوده یعنی پشت سر هم بوده نمودارون دیتایی که داره بهمون همون میده اینجا چه اتفاقی افتاده به این یک کندل دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا رسیده به هفتم یعنی ما الان به جایی رسیدیم که کامل مشخصه که اوج قیمت خودش هستش خب و ممکنه که هر اتفاقی واسه بیت کوین بیفته بالا پایین های خودش رو داشته باشه اصلاح خودش رو داشته باشه پس بلی با این حال وقتی پشت سر هم کندلی ما میبینیم خب میرسه به اون اوج قیمتی خودش و من دوست دارم که عدد هفتاد هزار تا رو ببینه تاریت ما رو ببینه و به یک شوکی وارد بازار ارزی دیجیتال بشه یه شوک خیلی خوشگلی وارد بازار ارزی دیجیتال بشه بعد از اون ما شاید این باشیم که قیمت اگر اسایی داشته باشه تایم فریم چه ماهانه زمانی بیایم بریم اصلاح کنیم شاید مثلا یک یک ماه دو ولی فعلا همچنان وضعیت مثبت همچنان سودی بودن قیمت بیت کوین رو من دارم میبینم به انتظار خواهم داشت که قیمتش یک رشدی داشته باشه یک جهشی داشته باشه و شما هم باید انتظار داشته باشه که قیمت همچنان مثبت بودن خودش رو ادامه بده نکته یک هستش من دو تا ارزشال معرفی کردم تو همین چند وقت پیش ببین چقدر مثلا کارمون درسته دم تک تک دونم گرم باشه که حمایت می‌کنید رو سقفای قیمتیش من بازم سیگنال دادم وقتی که بی ام بی رو مثلا 580 دلار 590 دلار بودهش الان شده 604 دلار سولانا رو رو 190 تا گفتیم بهتون بخرید و الان شده 196 تا 6 دلار قیمتش اومده بالا و این چیه نشون میده نشون میده که آقا ارزشمند داره میشه کریپتو ارزشمند داره میشه ارزهای دیجیتال و ما باید سبد خودمون رو خیلی محکم بچینیم بچسبیم بهش و بعد از اینکه اون سبد خودمون رو چیدیم و چسبیدیم بهش خب یه اتفاقایی بیفته من همین الان دارم اینجا نگاه میکنم بچه تو بخش خب من ارز دیجیتال ای ترید رو بهتون معرفی کرده بودم دقیقا یادتون باشه من یه سری نمودارش به همین الان دیدم چون که بررسیش نکرده بودم ولت همو چک کنم ببینم به چه شکلیه بله یه سود خیلی فوق العاده ای تا به این لحظه از ای آر ترید تونستیم به دست بیاریم این نمودارشه که من توی تایم فریم هفتگی باید نگاه کنم فکر کنم نمودارشو این نیستش نه ETR بودش آره درسته ETR USDT این ارزش حالا بچه من یه ویدیو مخصوص باشه واسهش رکورد کرده بودم درست رو همین قیمته درست رو همین قیمت رو بهتون معرفی کردم از همینجا ببین خط خطوط ها مونده از همینجا تا به این لحظه چیزی دو 142 درصد قیمتش اومده بالا به به نوش جون کسی که تونستن استفاده کنم و نوسان رو گرفته باشن یعنی رو سخف های قیمتی ارزه داریم بچه ما کریپتو معرفی می‌کنیم. ببینید در چه حدی سیگنالایی رو که داریم ادامه میدیم به چه شکلی دقیق و درست هستش و از شما هم یه خواهشی که دارم اینه که فقط حمایت کنید کامنت بذارید لایک کنید سابسکرایب کنید. و این زیرم بنویسی که از ETR چه کسایی خریده کرده بودن این یه کریپتوی ای هستش که بچه رو حوزه هنر داره کار میکنه الان هم نیاید این زیر بنویسید الان بخریم الان بخریم اصلا نظری ندارم چون که وقتی که میگیم بخرید نمیخرید وقتی که حالا همه دارن ازش میفروشن همه هجوم میارن میخرن و این اشتباه هستش پس این ارزش حالم حالا من رو خوشحال کرد این انتهای ویدیو خیلی جذاب شد ویدیو فکر کنم که دیدیم ای هم یه سود خوبی رو به همون داده و از اینجا به بعدم باز اون رشتش رو میکنه ولی با این حال بسته یه بازار داره خب سعی میکنم داخل این اینستاگرام بگم که چیکار کنی استراتژی باشه بفروشیم یا نفروشیم در کل وضعیت ارزهای دیجیتال فعلا در حال حاضر مثبت هستش و ما هیچ پایین اومدنی از ارزهای دیجیتال نمیبینیم از بیت کوین پایین اومدنی نمیبینیم و باید همچنان انتظار داشته باشیم که قیمت کریپتو ها یک رشد فوق العاده ای رو داشته باشن یه جهش خوبی رو داشته باشن و شما کاری که باید انجام بدید در حال حاضر است. استراتژی که شما باید داشته باشید زبر کردن هستش و بیننده بودن به بازار و ویدیوها رو این روزها با دقت کامل حتما نگاه کنید سابسکرایب داشته باشید و اگر هم خواستی سریعتر ویدیو منتشر میشه با خبر بشید تلگرام هستش ویدیو منتشر میشه اونجا شما میتونید سریع بیاین ویدیوها رو نگاه کنید و دنبال کنید پس در کل وضعیت مثبت هستش تو هر تایم فریمی هم که برید نگاه کنید چه فرقی نداره تایم فریم بیاین مثلا 4 ساعت نگاه کنیم مثبت بودن ارزش نشون میده ولی مثلا تایم فریم 4 ساعت رنج بودن کریپتو رو داره نشون میده ببین اینجا رو دقت کن کریپتو ها یه رنجی رو دارن تجربه میکنن الان در حال حاضر و این کاملا مشخصه که از یه جایی این باید بزنه بالا خب که بیشتر هدف درصد اینه که از سمت بالا شکسته بشه یعنی قیمت ارز دیجیتال مثلا بیت کوین از سمت بالا شکسته بشه و یه جهش خیلی فوق العاده ای رو داشته باشه شاید هم بچه یه تایمی تارگت های مثلا 120 هزار دلار رو دیدیم و اومدیم ویدیو رکورد کردیم آقا بیت کوین از 120 هزار تا عبور کرد که همه اینها واقعیت داره یه روزی ما خواهیم دیدش خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لایک کردن ویدیو فراموش نشه نظرتون رو بندازید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار